دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید. الان اومدم منزل آقای چشم‌نظر عزیز و داریم ستاپ میکنیم با رعایت فاصله 2 متری که بینمون باشه بتونیم بشینیم و با منوچهرخان انشاءالله صحبتمون رو راجع به نکستار انجام بدیم. قربان شما، میبینم هنوز بوی تو رو داره در و دیوار این خونه. دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در دوران کرونا هست و خیلی خیلی فاصله ها زیادتر شده با همکارانمون و به دلیل نکستار یک فرصت بسیار عالی شد که بیام یکی از دوستان قدیمی، یکی از بزرگترین ستاره های موسیقیدان ایرانی رو خدمتشون اومدم. یک بهانه ای شد که ببینمشون و عرض ادبی کنم خدمتشون و شما عزیزانم ببینیدشون و در رابطه با نکستار بتونیم با هم صحبت کنیم. آقای منوچهر چشم‌نظر سلام. سلام منوچهر جان، قربونتون برم، زنده باشید. من نوسی به بدن آمریکایی واقعا خیلی وقت هم دیگر ندیدید. واقعا منوچهر جان ممنون که فرصت دادی تو این وضعیتی که باید فاصله ها رو رعایت کنیم، ممنون که این فرصت رو دادین بتونم بیام پیشتون و دوستانم و دنبال کننده های برنامه نکستار رو با شما چند وقتی همه دلشون تنگ شده ببیننتون، برای همین دوست داشتم ببیننتون. نهایت سعی کردم که با وقت شما جور بشه بتونم بیام و این کار رو انشالله انجام بدیم. مرسی از وقتی که دادین. نه خواهش میکنم. همینطور که میگی حالا من این نقابو یه کمی برداریم فاصله من. خواهش میکنم. بله بله خواهش میکنم. بهتری که پیشمون باشه. بله. بله. یادمه وقتی که چند ماه پیش راجع به این مسئله داشتیم صحبت میکردی با من، تلفنی صحبت میکردیم. بله بله. گفتی همیشه کاری میخوای بکنی و با این وضعیتی که هستش همه خونه ایم و نشستیم و هیچ کاری نداریم، نه بیرون میتونیم بریم، نه کنسرت میتونیم بذاریم، هیچی. بله. گفتم باید موافقت کردم، گفتم خیلی عالیه، اتفاقا خوب کاری داری میکنی، بهترین وقتی که این کار رو انجامش بدی. منتها به خاطر همه وضعیت، چون به خاطر تو من نمیتونستم بگم نه، برای اینکه تو با من شروع کردی بحثو کردن، من خودم گفتم اوکی با من هر کاری بخوای من میکنم. زنده باشید آقا. ولی اگه تو نبودی هر کی بود میگفتم نه، خواهش میکنم بذارید مریضی. زنده باشید، زنده باشید آقا. اینه که همیشه دوستت داشتم، همیشه هم دوستت خواهم داشت. زنده خوشحالم که این کارو داری انجام میدی. بچه‌ای که از این ور اونور دنیا صداشون رو میفرستن، خوشحالم که برنامه خوبی خواهد بود و انشالله که همه مردم هم خوششون بیاد. زنده باشید، ممنونم. شما چطورید؟ ایام کرونا چطور گذشته بهتون؟ چی کارو کردین این مدت؟ ولی همش بگم اگه خونه بودیم، همش خونه بودیم، برای این که ما دوتا بچه کوچیک داریم، یعنی دوتا نوه داریم، 3 ساله و 3 ماهه. زنده باشن. بعد اینا دیگه مادرشون ما رو زندانی کردن، میگن اصلا بیرون اگه بخوایم بریم نه ما میایم پیش شما آخه، نه شما میتونیم بیایم پیش ما. میگن آخه بابا نمیشه، این خیلی سخته، یعنی آخه چیکار کنیم بس ما؟ میگه 14 روز اگه میریم بیرون 14 روز باید بمونیم خونه. میگه خب 14 روز تموم شد، بعد دوباره خب ممکنه بریم بیرون، باز دوباره 14 روز دیگه باید بمونیم. یعنی که زندونی شدیم. و یکی اون مثلا خانم اگه بره بیرون 14 روز به خاطر اون من باید بمونم خونه، اگه من بخوام برم یه خرید چیزی بکنم واقع. اونم باید زندونی من بشه 14 روز. بله بله خیلی میدونی دیگه، واقعا واقعا باید برای پدر بزرگا و مادر بزرگا که خیلی سخت‌تره، چون هم ریسک سنین بالاتر یه خورده بیشتره برای این موضوع کرونا و همین هم که از طرف دیگه هم شما خیلی وابسته اید احساسا به نوه ها، برای همین یعنی یکی از بزرگترین انجویمنت های هر روز و هفته تونه، نمیتونید اینو دست کم بگیرید و به خاطر همین مجبورید که این پروتکولا رو رعایت کنید. واقعا واقعا. من چه جان، موزیک چه خبر؟ موزیک چی کارو میکنی؟ موزیک هم که موزیک والا موزیک الان در حال حاضر اگه بگم هیچ خبری نیست باور نمیکنید. باور میکنم. نیست، خبری نیست. بله. تمام برنامه خودت میدونی دیگه. پارسال یعنی همین امسال تمام برنامه ها همه جور کنسل شده. بله. بله شب عید همه برنامه ها کنسل شده. همه.
اینه که خونه نشین شدیم فعلا، از موزیکم خبری نیست، نه کسی الان ضبط میکنه، با اینکه نمیتونیم بریم بیرون. من دو سه تا ضبط داشتم ماه پیش، استودیو میگفت من نمیتونم ضبط بکنم، شما چند نفر میخواییم بیان استودیو؟ گفتن خب آهنگساز میخواد بیاد، خواننده میخواد بیاد. میگفت نه من نمیتونم اینجوری کار کنم. بله. میبینید مشکلات خیلی زیاده. خیلی یعنی خیلی ضبطم حتی برای ضبط کردن هم مشکل شده، نمیتونیم بریم استودیو کارمون انجام بدیم. خیلی خیلی سخت شده. بعد اصلا از جهتی هم تمرین میکنید خونه؟ حوصله‌تون سر میره؟ ساز و اینا، پیانو چیزی میده؟ نه باور کن، باور حوصله‌اش اصلا اصلا اینقدر این مسئله یعنی نه که بگم رنجور، از غمگینمون کرده این مسئله. حتی حوصله نمی کنم برم پشت پیانو برای خودم. بله. نه که بخوام بله. چیزی رو بسازم. بله بله. اونی که اصلا حرف جو نزن. بله نه میفهمم. اصلا موقعیتش نیست که بخوای یه چیزی کرییت کنی، بری یه آهنگ جدید درست بکنی. شاعرها زنگ میزنن میگن منو چه خوام، ما شاعرای خوب داریم فلان اینا. میگم بابا تو بیکاری، من الان اصلا حوصله ندارم بخوام رو شعر تو کار کنم، بذار نگه دار اینا رو. حالا من برعکس این روزگار یه خورده شروع کردم با موزیکای، حالا هم قسمتیش به خاطر همین برنامه نکستار و هم به خاطر اینکه یه خورده خودم رو سرگرم کنم و از حس و حال دیگه‌ای خودم رو به قول معروف دعوت کنم برم توی فضای دیگه، با موزیک هی سفر کردم به گذشته تر. یعنی درست همون آلبوم اول که اومدم خدمتون تماس گرفتم، اومدم منزل که آهنگ همسفری نیست رو که یادم یکی از اولین کارهایی بود که آقای شمایی‌زاده بود که از شما خواهش کردم برام تنظیم کنید، اومدم خدمتون و آهنگ همه را میبخشم که خودتون ساختیدش و تنظیم خودتون بود که من اجرا کردم. تو هم سفری نیست، مرا بال و پری نیست، زین خانه اندوه هوای گذری نیست. اون فضا و اون زمان اصلا بخواید منو تعریف کنید به دوستانمون و بیننده‌هامون چی بود؟ کی زنگ زد؟ چه جوری بود؟ یه یاد خاطراتی اون زمان رو زنده کنیم اگر میشه لطفا. حالا این میدونی که نصر جا این ماله آلموست میتونم بگم 27 سال پیشه. بله بله. نمیتونیم یعنی هستش 28 سال پیش بود. واقعا. یادم تو همین خونه من بودم با نزدیک 40 سال تو این خونه. همه بچه اومدن اینجور، یعنی بله. کاری که با من دارن همه خب با من کار میکنن. بله. تو هیچ یادم نمیره این پیانوی که الان تو این گوشه خونه، از این پیانو اول اونجا بود. بله بله. هیچ یادم نمیره که همه رو میبخشم و با هم دیگه تمرین میکردیم کاملا. گفتم واو، نمیشناختمه، تو رو میدونی که معرفی کرد به من؟ کی؟ آقای وارتان آوانسیان، شرکت ترانه. گفت منش جا یه خواننده هستش این خیلی خوب میخونه. وارتان هم آخه آقای وارتان هم خیلی دوست صمیمی هم با آقای چشم بازن. بله. بله. وارتان دوست صمیمی. بله آفکور صد درصد. خلاصه آره وارتان بود که معرفی کرد تو رو، اومد اینجا گفت منش جون برای آقای منصور از اون آهنگایی که خودت دوست داری اینجوری اینجوری اینجوری. گفتم اوکی آرایت. و اتفاقا چه آهنگ خوبی هم در اومد، یعنی من هر دفعه گوش میکنم این آهنگو همه رو میبخشم، یکی از زیباترین، نمیخوام تعریف بکنم نه واقعا، من عاشق اون کارم، اون سازای زهیش و اون پیانو و شعر زیبای پاکسیما، اصلا کل کانسپت پاکسیما بود. آره آره واقعا اولین کار من با پاکسیما و شما بوده بیسیکلی مشتری کرد. پاکسیما بابا دمت گرم. آره پاکسیما یادتون رفته بود. آره من همه دارو ندارم، همه گلهای بهارم، دل پاک و بیقرارم، همه رو همه رو به نگاه چشم زیبای تو میبخشم. یا و چه کار خیلی خوبی در اومد اون، یعنی الان هم گوش میکنم میگم به به باریکلا منصور، باریکلا. فکر نمیکنم تو ملودی منو به این
قشنگی که خودم دوست داشتم اجرا بشه، تو به من اونو اون حس رو دادی، ملودی منو قشنگ خوندی. زنده دمت گرم. زنده باشی. هر کسی نمیتونه این کار. زنده باشی. منوچهر جان، شما زنده یاد برادر عزیزتون آقا ناصر. آقا ناصر هم یکی از بزرگترین اسمای موزیک اینداستری ما بودند، خدا رحمتشون کنه واقعا. و خیلی جالبه برای من که از یه خانواده دو موزیسین قدر ایران، این چطور بوده؟ از کودکی علاقتون چطور با هم، کدوم بیشتر زودتر به طرف موزیک رفت، چطوری نزدیک شد، بعد کی آیا تبدیل به رقابتی شد، آیا تبدیل به سبکای مختلفی شد که ایشون میرفت یه جهتی دیگه، شما میرفتی یه جهتی دیگه، چی بود؟ یه خورده ما رو تو اون فضاها ببر لطفا. اکچولی یعنی در واقع ناصر از من 5 سال در واقع بله کوچیک‌تره. من موزیک رو من شروع کردم در خانواده، برای اینکه پدرم موزیسین بود، حالا اونا رو کاری نداریم، داستان مفصلی هستش. بله. موزیک رو من شروع کردم برای اینکه خیلی دوست داشتم موزیک. بله. اولا آدم خیلی احساساتی بودم، از بچگی هم یادم میاد. بله. بچه خجولی بودم، هر کی میومد خونه ما میگن تو میرفته قایم میشدی یه گوشی پشت میکردی مهمونا، هر چی صدا میزدیم نمیومد، یعنی اینجوری میموندیم اونجا خجالت میدیم. حالا موزیک رو من شروع کردم، بعد چون ناصر ما کوچیک بود دیگه، من در سن 9 سالگی شروع کردم موزیک رو. چه سازی؟ آکاردیون. با آکاردیون شروع کردم. اوکی. یه ذره که بچه به سال سن 6-7 ساله بودم، ویالون پدرم برای من ویالون خریده بود که ویالون یاد بگیرم. بله بله. چون خودش هم سازای زهی میزد، ویالون میزد، کمانچه میزد، تار میزد، همه سازا رو میزد. بله. پدرم فکر میکرد که ویالون خب خوبه، من دوست خواهم داشت، ولی خب دوست نداشتم ویالونو. ویالون خیلی سخت بود برام. یا دوست نداشتم، با اینکه الان ویالونو عاشق صدای ویولونم. بله. که تمام بله. کاری که من میکنم همش ممکنه ساز برای شروع، برای شروع ساز، برای شروع، برای شروع بچه خردسال خیلی سخت بوده. و سختم. بله خیلی سخت خیلی. اینه که بعد ناصر خان هم دنبال روی شما علاقه پیدا کردن. ناصر خان دنبال روی من بود، یعنی هر چیزی که من یاد میگرفتم، یعنی تمام سلیقه ناصر از من گرفته. با سبکاتون هم یه جور سبکامو تا یه مقداری یه جور بوده چند سال، ولی که هر چی من اصلا فضای موسیقی هم اون زمان اون شکلی بود و اون مد بود اصلا اون نزدیک. موسیقی خیلی نزدیک، برای که با من بزرگ شده ناصر. بله. و از من موزیک یاد گرفته. بله. من بهش یاد دادم هر چی که میدونه. بله. میدونه از خدا بیان خدا رحمتشون کنه. خب وقتی که یه چند سالی میگذره، یه ذره به خودت میای و یه ذره بزرگ میشی و بیشتر میفهمی، یه ذره سبکت شروع میشه شکل گرفتن، شکل گرفتن بری تو رای خودت کاملا. ناصر هم بعد از سالها یه مقداری دور شد از سبک، فاصله من گرفت و رفتش. آره. جهت خودش و راه خودش رو پیدا کرد. سبک من بیشتر کلاسیک پاپ بود، الانش هم هست. که من کلاسیک پاپه. بله. ولی خب ناصر یه مقداری عوض شد، رفت فقط پاپی کرد. بله. شد کلاسیکال یه ذره اومد بیرون. بله. یعنی که اون زیاد مسئله ای نیستش، هر کسی یه سبکی رو دوست داره میتونم. بعد الان اگر شما الان مثلا تو نکستار، تو برنامه نکستار برای من چند تا موزیسیان ها آدیشن فرستادن، مردمم رأی دادن، چند نفرشون دوست دارن، الان شمایی که نگاه میکنید به خاطرات اون گذشته، اون زمانو تصور میکنید، یه موزیسین امروز بخواد این کارو شروع کنه و بیاد تو کار، چه نصیحتایی رو شما میکنید که پا قدمهای درست رو برداره و اشتباهاتی که ممکنه شما در طول تجربه کاریتون به دست آوردید و جلوتر بتونه اصلا بیاد تو کار موزیک تو ایران میگم، و نه که هجرت کرده باشه و اینجا تو ایران باشه. شما الان نصیحتتون به اون موزیسینی که میخواد بیاد تو این نوع شغل و کار چیه؟ توصیهتون؟ ولی من جای دیگه هم گفتم، من سورمشه گفتم بچه هایی که ایران هستن
با اون موقع که ما بچه بودیم ایران بودیم زمین تا آسمون فرق میکرد، یعنی دوره ماها با دوره جدید جوانهایی که الان بعد از انقلاب هستند. در اون دوره که ما بودیم اونجا همه چی بود برای ما، امکانات خیلی بیشتری بود، مدرسه موزیک های خوبی بود، هنرستان عالی موسیقی بود که یکی از تاپ ترین تو اروپا بود، یعنی بهترین معلم ها رو ما داشتیم در هنرستان عالی موسیقی که من اونجا تحصیلاتم تمام کردم. از این نظری که الان در ایران هیچ چیزی نیست، نه هنرستانی هست، خیلی جا رو باز کردن اسمشو گذاشتن هنرستان مثلا اپرای فلان نمیدن کنسرواتور فلان، ولی معلم ندارن. اون موقع بیشتر معلم ها خارجی هم بودن، بله، فرانسوی، اسپانیش که درس موزیک میدادن. بله بله. الان از این خبرها نیستش متاسفانه. هر کی در ایران، یعنی شاگردی که بچه ای که معلم نداشته باشه، معلم خوب، هیچ چیزی نمیتونه یاد بگیره. از کی میخواد یاد؟ از خودش میخواد یاد بگیره؟ این نمیشه. یعنی بچه هایی هستن که خیلی استعداد دارن، پیشرفت کردن، ولی خودشون یا از طریق اینترنت یاد گرفتن یه چیزایی رو. بله بله. حالا در ایران معلم های خوبی ما الان نداریم که بچه هایی که موزیسین میخوان برن دنبال موزیک، درست کامل موزیک رو یاد بگیرن و برن مدرسه هنرستان، نداریم. من شاید نمیدونم بله. وجود داره، ولی بله. اونجا که من دونم وجود نداره. بهمشه جان، یه داستانی رو قبل از اینکه فیلم برداری شروع کنیم راجبه تو ایران تعریف کردید از زندیاد ویگن و کارو، عزیزان محترم. خواهش میکنم ما رو ببر به اون داستانی که تو کاباره چی بوده، یه داست خاطره رو برای ما یه دونه سریع به ما توضیح بدید. خواهش میکنم. خاطره خیلی زیاده منسو جان. اون موقع اینو من اصلا باورم نمیشد آخه. همینطور که گفتم اون موقع ما اول ارکستر درست کرده بودم، 4 نفر خودم. اون اوایل که من خب آکاردیون میزدم، بعد 3 نفر بیشتر ارکستر نبودیم. اوکی. یکی درام میزد جاز. بله. وایس داده. بله. نکت بشینه. ساید درام بوده بیسیک. یه دونه ساید درام داشت، یه دونه پدال کیک. آره اینجوری میزد. یه دونه سنج. That's it. دیگه درام ست باشه و بشینی 6 تا تام تاما باشه و نمیدونم 8 تا سنج های مختلف و سمپل و نمیدونم 2 تا سنر و 3 نفر بودیم. یه دونه یا یه رفته بودید جشنی برنامه اجرا کنید؟ آره اینجوری میرفتیم. اوکی. یعنی یه ارکستر 3 نفره میرفتیم عروسی ها با زنده یاد ویگن رفتید برنامه عروسی. اون موقع خب یه ذره پیشرفت کرده بودیم، ارکسترمون 4 نفر بود، یه ترومپتیست داشتیم، یه درامیست داشتیم، بیسیست و من. ما با ویگن کار میکردیم، خیلی میرفتیم عروسی. بله. ما میگیم خالتور. یکی از این شبا هیچ یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره اینو. ویگن خودش هم خون جوون بود دیگه، اوایل ویگن بود تازه. اون موقع اولین باری که من با ویگن زدم در تهران در کافه شمران بود. یه کافه شمران بود، خیلی کافه خیلی خوشگل و خنگی بود. داره یه پیانیست میزد شب و جاز هم میزد. اون وقت ویگن هم خواننده ستار اونجا بود که من باش آکوردیون میزدم. 2-3 نفر بیشتر یعنی ارکستر هم نبود. از اونجا با ویگن من شروع کردم که خودم شاید 16 سالم بود. بله بله. بعد این عروسی که میگم یادم نمیره در تهران پارس بود. عروسی مفصل تو حیات گرفته بودم، میز پیس چیده بودن اینا. ویگن هم به اصطلاح خواننده اون مهمونی بود، ما ارکسترش. آقای ویگن خدا بیامرزدش طبق معمول این همیشه آخر شبا، من میتونم بگم که آخر شب این همیشه مست معلول بود. اول شب اوکی بود، ولی آخر شب اصلا هیچ کی رو نمیشناخت. جدی میگم این اون شب برادرش کارو هم بله. کارو هم آمده بود مهمونی با این. بله.
خوش و خرم و بگو و مگو برادر حال کنن، هنگ اوت کنن. آره بعد مشروب تو دستش رو خورد کنم دیگه، میخوند و بعد میمد بالایشان هم میخورد ویسکی ویسکی. آقا چیه دفعه دیم وسط دون عروسی این دوتا دعواشون شد با هم دیگه، دوتا برادرم میگن اون کار نمیدونم چرا دعوا کردی، نمیدونم چی بود، فوش میدادم به هم دیگه، فوش قار مادر با این کارو یادم کارو بودو ویگن بودو. قد و بالای تو رنا رو بنازم، تو گل باغ تمنا رو بنازم. مهمونی به هم خورمان ارکست اومدیم پایین، دعوا شد دیگه از مهمونی. مهم چی شد آقا؟ کارو فرار که از حیات بیرون تو خیابون، ویگن هم دنبالش. آقا ویگن بودو گارو بودو، اون فوش میداد و مای صافنا زنان شد به هم دیگه فوش میدن. آخه آخه اصلا خدا بیا مرزشون، خدا بیا مرزشون. خلاصه ویگن برگشت، برنامه شروع شد، دوباره موسیقی زدیم یادم یه ویگن برگشت گاروهای در رفته بود. بله ویگن میزدش، ویگن همه رو میزد اون موقع با این آمازاز بود. آمازاز بود مثل برمنی بود، زیبای اندام دوست بود با آمازاز، ویگن خیلی دوست بود. بعضی شبا که میومد مهمونی آمازاز من با خودش میومد. آه خدا بیامور جب گیر میشده یه اون بزن با آدور بود. خب از نظر خوانندگی که یه به اصطلاح زن میاد خواننده میشه، براش خیلی مشکلات هستش تا اینکه یه مرد میاد خواننده بله. خواننده میخواد بشه. از نظر خواننده بودن برای زن، چون خب ما ایرانی هستیم یعنی وی بک‌گراندمون رو میدونه دیگه چیه، بله بله، اینا براشون خیلی سخت هستش، جلوی راهشون خیلی چیزا. چه چیزایی رو توصیه میتونید بکنید که بهتر بتونن اون کارو انجام بدن؟ تنها چیزی که میتونم بگم، باید خیلی محکم باید باشن، خیلی باید سریس باشن، جدی باشن، خیلی جدی بله بله. باشن و الله کارشون پیش نمیره، میرن به بیراهه، میکشونن اینا رو به. پس جدی باشن، تمرینات درست، ترینینگ درست دیده باشن که قشنگ هم ابزار کاریشون درست باشه، همین که در محیط کارشون جدی باشن و بتونن خیلی حرفه‌ای بودن. جدی بودن یعنی کاملش اینه که واقعا در کار خوانندگی دور و بر خودشون باید خیلی جدی باشن، ولی مشکل از این سه تا عزیزی که اسم بردین، خانم گوگوش، مهستی، هایده، کدوم جدی تر بود؟ کدوم شوختر بود؟ کدوم جدیتر؟ اصولاً همه شوخ بودن خودشونو دارن مطمئنه. نه من اتفاقا آدم های جدی رو خیلی دوست دارم. بله لایبا دوست ندارم. قایده جدی بود. وقتی میای صدای پاد گوشم خیلی جدی بود. مهستی شوختره، خدا بیامرزدشون، بله خیلی مهربونتر بود، نه که بگم مهربونتر بود، بیشتر افتاده تر بگو بخندتر بود، یادمه کاملا، بله مثل تموم عالم حال منم خرابه. حالا ذره جدی بودن اینا، خب آره بود، شدیه هایده جدی بود، بودن چند نفری بودن که دو کار خودشون جدی بود از بله. کاری من میگم نه از بله. اخلاقی. بعد دیگه کاباره اومدید، اون کار تجربیاتو در اون کاباره ریورساید که گفتی تو کلبه بود مثل اینکه اسمش کلبه. از اونجا اومد و بعد کاباره تهران آقای مسعود آشنا شدید و آلموس دیگه شما اینقدر مثل دو تا برادر صبح تا شب دیگه یه پایه کاباره تهران شما بودید. 1980 بله بله کاباره شروع شد، من رفتم کار کردن آلموس من نزدیک 30 سال کاباره تهران نان استاپ کار کردم. واو همه خواننده‌ام آره من خودم هم با شما بله 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 با ارکستری که شما دیسکو نمیدونم بله. کاباره یادش بخیر واو تمام بچه‌ای که همه میشناسن خواننده‌ای که همتون معروفین همه‌شون کاباره اونجا با من کار کردن. آف کورس چون جای دیگه ای نبود.
اصلا ما هیجان زده میشدیم که داریم میریم با ارکستر آقا منوچهر تمرین کنیم، کاباره بزنیم، الان چه کیفی میکنیم این چهارشنبه مثلا. Exactly. زنده باشید، زنده باشید آقا. این نکستار خیلی خیلی تجربه عالی بوده تا الان برای من. من با دوستان عزیزی که شرکت کردن یه گفتگوی زوم انجام دادیم راجبشون که معرفیشون بکنم به بیننده های عزیز، و اصلا یه دوستی خیلی قشنگی شکل گرفته و واقعا این دوستان برای کسب کردن تجربه و برای مطرح شدن در حد حرفه‌ای که اشخاصی مثل شما بتونن نظری نسبت به اجراهاشون بتونن بدن خیلی براشون اهمیت داره، و خیلی خوشحال شدن که من گفتم آقای چشم‌آذر تنها موسیقیدانی خواهد بود که تو پنل داوران ما به من کمک خواهد کرد، و حتما براشون خیلی هیجان انگیز خواهد بود که توصیات شما رو در موقعی که اجراهاشون رو میبینید حتما سر و پا گوش خواهند بود که بتونن یاد بگیرن بیشتر. حالا در رابطه با معرفیشون توی قسمت بعد توضیح خواهم داد. Next Star by Mansoor, The Reality of Making a Star. در جستجوی صدای استثنایی برای معرفی در آهنگ و ویدیوی مشترک با منصور، سوهو انترتینمنت پراودلی پریزنتس. مرسی جان، شما خودتون یک تنظیم کننده به نام و یک آهنگساز به نام و سبک خودتون رو دارید. از آهنگسازایی که باهاشون کار کردید و آهنگاشون رو دادن شما تنظیم کردید، کدوم سبک رو بیشتر حس میکنید میپسندید؟ از این عزیزانی که من میدونم با همه این عزیزان شما کار کردید، زولاند، قمیشی، پازوکی، محمد حیدری، آقای نوجوکی و فکر کنم نمیدونم با آقای ملود، اینا خودتون چی فکر میکنید سبکای دوستانو و کدومشون بیشتر تو جایی که شما حس میکنید آهنگای موفق تری با هم داشتید در اون شراکت ها؟ ببین همینجور که خودت هم گفتی، آهنگسازای ما خب سبکای مختلفی دارند. بله بله. و آهنگسازی هم نمیتونی بگی که حتما این سبکی باید بسازی یا اون سبکی باید بسازی، یه چیز حسیه. چیزایی که آهنگسازایی که من بیشتر راحت باشون کار کردم، بله، آهنگسازایی بودن که کمی باسواد بودن در موسیقی. بله. چون بیشتر آهنگسازای ما، نمیخوام اسم ببرم، بیشترشون موسیقی نمیدونن. یعنی نمیدونن، فقط میسازن. فقط ذوقی و حسی بوده. بله. بچه من هم میتونه بسازه، علی آقا میتونه بسازه. منم خودم هم ساختم. من که آهنگساز خودم رو حساب نمی کنم، خودم هم ساختم، شما تنظیم کردی. That's okay. یعنی یه حسی بوده واقعا. ادعایی هم روی آهنگسازی و آهنگسازایی داریم که اصلا میگم موزیک نمیدونم ولی خیلی آهنگای قشنگی درست کردن. باریکلا. Okay. ولی برای شما اون همکاری لذت بخشتره وقتی که شریک ساختاریتون یک شخصی باشه که ادوکیشن موزیکش قوی تر باشه. چون برای من راحت تره وقتی که ملودی رو میده دست من. وقتی که موزیک میدونی، یه ذره سواد داری در موسیقی، درستر میسازی موسیقی رو. بله بله. یعنی در چارچوبی که باید بسازی همه چی میزان بندی ها دقیق تره. نمیدونم. بله. پرت و پلا یه دفعه از مبارکوه نه برای یه دفعه مبارکوه. بله. همه چی موزیک هم حساب کتاب داره. اینه که من راحت تر با کسایی کار کردم همیشه که یه ذره از نظر موزیکی بیشتر میدونستن. بله. من راحت تر میتونستم ارنج کنم ملودی های اونها که درسته. اگر نه شما باید تعمیرات میکردی. تعمیرات هوی... آره تعمیر اونو کامل 60% آهنگایی که من تنظیم کردم همه رو تعمیر کردم. بله. یعنی این بر اونور کردم. بله. ملودی ها که درست نبود. شهر رو به هم ریخت، دیدی که چی میخواد، یه تو که با هم با ما را نمیاد، قربون اخمه اون چشای برا، تموم کن اخم و دخمه تو بدخلا. مشکلی که بیشتر خواننده ها تو استودیو دارن موقع خوندن چیه مرجا جان؟ پیچ کوک خوندن. گوش گوششون.
خب این چطور میتونه بهتر بشه؟ بازم موزیک. اول میگم خواننده اول چیزی که باید داشته باشه گوش خوب باید داشته باشه. اگه گوش خوب موزیکی نداشته باشه این همیشه فالش خواهد خوند. درسته. پس شنوایی رو با تمرین ساز اینه که میگه در استودیو اینجوری میخونن اونجوری میخونن بیشترش مال گوشه. گوش باید یه خدادادی گوشت خوب باشه. تمرین سازی با صدا و شنیدن دوباره میشه همین به صلاح همون که میگم ترینینگ و موسیقی دونستن. وقتی تمرین میکنی یواش یواش موسیقی یاد میگیری. درسته؟ بله. خب هی رفته رفته یاد میگه یاد میگه خب بهتر میشه یه هر روز. آف کورس. اینه که پیچ خیلی مهمه. اینا که گرفتاری دارن در استودیو بارها میان برای یه دونه آهنگ. بعضی وقتا میونه 3-4 ماه طول میکشه خواننده یه دونه آهنگو بیا تموم بکنه بخونه. من که هر دفعه میریم یه خارج میخونه. ای بابا. خب الان خیلی خوب شده. الان کامپیوتر اومده اینا همه اینا رو پیچ میچه رو درست میکنیم و همه درست میشه همه خواننده شده اصلا هم دراز کشیده رو زمین میخونه و شما این نمزو شده اگه این کامپیوتر این نوتا رو درست نمیکرد باور کن به این راحتی هیچ کسی الان خواننده نمیشه. الان هر روز 1,000,000 تا خواننده میاد بیرون. نظرتون چیه راجب همه اینا؟ رو راجب با همه کامپیوتر درست میکنن و یارو فکر میکنه که واقعا خوب میخونه. خب برای شنونده همون میخواد اون لذت رو ببره. اگر داره با کوک شدن کامپیوتری همون لذت رو میبره برای شنونده که فرق میکنه. خواننده خوب کجا بره بخونه؟ با همه اینا که خواننده نیستن که با کامپیوتری درست کنه بیان با بازار. میان بازار رو خراب میکنن. با اون خواننده هایی که بازار خراب میشه چی میشه؟ کامپیوتر لازم ندارن خوب میخونن و صدا دارن و درست میخونن این بدبخت ها چه کار کنن؟ خب مشکل خودشون اگه مردم اگه مشکل خودشون میشه دیگه هم اونا رو دوست دارن هم اینا رو دوست دارن. آخه نمیشه که خب نمیشه آخه برای موزیک... همین موزیک خراب شده. موزیک خراب شده اوکی؟ آخرش میرسیم که برای همین موزیک خراب شده. همه چی شده کامپیوتری. هر کی یه دونه کامپیوتر خریده گوشت جلوش بله جلو موسیقی دان بله نه کلاس رفته نه نوت میدونه چیه نه هارمونی میشناسه نه ساز بلد نیست بزنه یارو شده آهنگساز بله قطعه بریده بریده برمیدارن تپلت و ریپ همه چی کورد نمیدونم ملودی همه چی هیچی نمیدن اینو ما ساختیم. وقتی نگات میکردم شعر نگفته دیدم تو رو مثل گل سرخ تازه یه تازه دیدم. آه با منیره خانم چطوری آشنا شدید خانومتون؟ آه با خانوم من داستان زیاده من فکر کنم 1975 با خانوم آشنا شدم در ایران که بعد هیچ ما بعدش من با عارف مادرم امریکا هیچ یادم نمیره. این هم یکی خاطرات خوبه من هستش. بفهم. من 6 ماه بیشتر نبود که با خانمم ازدواج کردم. به اصطلاح عاشق و معشوق بودیم. خیلی خیلی دوستش داشتم. الان هم دوستش دارم. بعد یه برنامه پیش اومد. عارف اومد پیش من گفت مرموز جان میخوای بریم امریکا؟ گفتم امریکا خب بریم. من امریکا نیومده بودم. بله 1975 اون موقع میگم. بله گفتم کجا باید بریم؟ گفت میریم نیویورک. یه کاباره هست اونجا به نام دریش. 3 ماه اونجا میخونیم میخونم 2 ماه یا 3 ماه بعد میریم لس آنجلس. احمد مسعود اون موقع هم کاباره داشت در لانگ بیچ. درست به نام چی بود خدای اسمش؟ ای بابا یه اسم خوبی داشت. مسعود موقع کاباره داشت تو لانگ بیچ. یه ساختمان گردی بود. درسته. این بالاش بالا آخرین طبقهش که دورش باز بود مسعود اون کاباره اونجا رو گرفته بود کاباره. منتها مشتری شب مثلا میرفتی 10 نفر مشتری بود. اوکی. ایرانی نبود. هنوز جا نیافتاده بود بیزنس ایرانی. اون موقع ویگن هم اینجا بود. من که ویگن از ایران خب داستان داره که بیرونش کردن اومد اینا. چرا بیرونش کردن؟ جریانات بود که
در دربار موضوعی بود که نذاشتن ایران بمونه، مجبور شد از ایران. چرا؟ من نمیدونستم راجع به این موضوع. آره مشکل داستان... یعنی با دربار مشکل پیدا exactly. کرده بود و exactly. بهش گفته بودن باید بری exactly. از کشور exactly. بی یعنی بی احترامی چیزی شده بود. آره 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 همونجوری میگم مسخره okay. کرد برادرش خودشون تو خیال میده اینو بی احترامی کرده بود به تو مستی اینا. بله اوکی اینا که گفتن جاش اینجا نیست اینو بیرونش کنیم بره. یعنی به مجبور شد از ایران اومد بیرون که گفتم اون کاباره که مسعود داشت در لانگ بیچ بله. ویگنم اونجا میخوند، با ویگن هم میزدن، با عارف هم میزدن. مطلب مهمون به اصطلاح خواننده‌ای که از ایران بود عارف بود. anyway من داشته راجع به خانه من داشتم میگفتم که خانه من حامله بود و اومدیم با عارف اینجا. همینجور علکی علکی من با عارف نزدیک 6 ماه خورده‌ای در امریکا موندیم. نزدیک 3 ماه فقط نیویورک بودیم، بعد اومدیم لس آنجلس. حالا برنامه بود نمیدونم سان فرانسیسکو رفتیم کجا رفتیم. بچه ما هم پسرم به دنیا اومد تو آمریکا. به دنیا اومد اونجا ما هم تو امریکا. من دیگه لحلم میزدم به عارف میگم آخا جون من میخوام برم، من بچه هم داره به دنیا میاد، باید برم، من باید برم. نمیشد من حالا یه هفته دیگه صبر کن اینا برنامه هست و فلان و فلان. هیچی برگشتیم بچه من فکر کنم دو ماهش بود یا دو ماهی میشود. به به واکسن زده آماده دادن بقیده تو آماده دادن بچه شماست. به به مبارکه مبارکه مبارکه. منو چه جان اگر الان از مونی خانم بخوایم بپرسیم که این 50 سال گذشته چطور بوده با آقا منوچهر زندگی کردن، فهم میکنی چی بگی بهمون؟ بعد چرا؟ برای اینکه در کل زندگی هنرمندان خیلی سخته با زناشون. یعنی چه سختی؟ زنهای هنرمند زیاد راحت نیستن با زندگیشون تا اونجا که من میدونم و کسای دیگر که خب چه ناراحتی هست؟ برای اینکه ما همش بیرونیم، ما خونه نیستیم. ما همش شبا دیر میاییم، ساعت 4 صبح میاییم خونه، 5 صبح میاییم خونه، هیچ وقت خونه نیستیم یا تا لنگ زور باید بخوابیم. ولی الان اینجوری خیلی زود میخوابن، الان یه خورده فرق کرده تا وقتی که وقتی گیج میری شما میگی یعنی من میگم 30 سال ساعت 4 صبح اومدم خونه وقتی آه شما آره شما آره تا ساعت شما هفته 2 کاور باز، یعنی ساعت 2 تعطیل میشد تا با این خداحافظی کنی یا با اون حالا یه درینک بخوری یا با اون یه حرفی بزنی صحبتی بکنی فردا باید چیکار کنی، فردا بچه تمرین فلان فلان فلان. ولی یادم انقدر ایشون شما رو تو کارتون هم ساپورت میکردن. شما حتی یه زمان اینجا شرکت موسیقی هم خودتون در یک شراکتی وارد یک کار موسیقی و شرکت پخش تولید موسیقی شدید که اصلا یه رکورد لیبل شدید خودتون آه. که خانومتون هم تو همون شرکت خودتون باهاتون کار میکرد و خیلی ساپورت خوبی بود. یعنی همش هم شبای اجرای کاباره نبوده، خیلی کارهای دیگه بیزنسی هم بوده با هم کردید و ولی رو هم رفته میگه کار سختیه. برای اینکه رو هم دیگه کار سختیه، یعنی زندگی زناشویی نه که کار سختیه، برای ما کار سختی نیست برای اینکه حرفمونه. بله. ولی برای خانم ها هنرمندا همیشه پرابلم دارن، این پرابلم نه ایرانی ها، خارجی هم همین تو خارجی که بیشتر. خب الان شما بخواید من الان با خانم ها نزدیک 50 ساله زندگی داریم میکنیم. ماشاءالله. نه الان سوالی که من دارم میگم الان یکی بخواد امروز ازدواج کنه تو کار موزیک باشه بهشون چه توصیه‌ای رو میکنید که زندگیشون پا بر جاتر باشه و این میوه زیبایی که 50 سال شما رو تجربه کردی و امروز هنوز پا بر جا هست اینو چطوری میتونی بگی که پا بر جایی رسپیش چیه؟ هر دو طرف به نظر من هر دو طرف هم زن هم مرد باید همدیگر رو خوب بفهمن. یعنی زن اول باید حرفه مرد رو بدونه. برعکسش هم همینطوریه. خاله ممکنه زن خواننده باشه شوهرش بله باشه. بله این پرابلم همیشه هست، همیشه مرد پرابلم داره. حرفش رو اول قبول بکن، حرفه رو باید قبول بکنه. آقا این کارش اینه، این کارش
همینه، نمیتونه عوض بکنه، نمیتونه با مردم. خب مثلا به شما نمیگفت، مثلا نمیگفت آ تو میگی کاره، واخه شب میری بیرون میری هم هر روکر رو میخندی و فلان و فرمان داری فان میکنی، بعد چه کاریه؟ خب این میگم دیگه باید. نه ولی شما بگی آقا من واقعا دارم کار میکنم، حالا به چه فایده؟ آف کورت نمیتونی، یا نمیتونم اخمالوت کار کنم که امضا بگیره ازت، میخواد باید عکس بگیری، میخواد نمیدونم بغلت کند، ابراز احساسات کنه، یا بگه کارتو دوست، کارتو دوست دارم. با این مدیایی که هست، سوشال مدیا الان خیلی سخت شده، یعنی بیشتر سخت‌تر شده، مشکل‌تر شده بسیار زندگی هنرمندان. برای اینکه هر جا میری همه میخوام بیان عکس بگیرن، امضا بگیرن فلان، که بذارن رو سوشال میدیا مثلا اون برای خودشون به قول معروف اون دایره خودشون رو سرگرم کنن. اگزکتلی همینه. خیلی ها پرابلم داشتن، خیلی هم جدا شدن سر این مسئله. وقتی که یعنی زنت خانومت متوجه این قضایا نشه، خب همیشه دعواست دیگه، اون عکس چی بود، اون کی بود، اون رفیقته، اون فلانته، اون چرا با اون عکس اونجوری انداختی، چرا خندیدی با اون، چرا اینجوری کرد. کار هنری که ازدواج میکنن، هنرمنده که ازدواج میکنن، خیلی سخت نگر داشتنش زندگی رو با هم دیگه. ولی من چه جان، ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر شما واقعا ایدئال ترین سیچویشن رو داشتید، یعنی هم زندگی زناشویی خودتون هزار ماشاءالله سر جاش، هم بچه ها ازدواج کردن، نوه دارید، یعنی برای یه موزیسیانی که سنش میره بالاتر ممکن احساس تنهایی بکنه، ایدئال ترین چیز این زندگیه که بتونی خانوادت رو در اطرافت داشته باشی و اون ساپورت عشق و عاطفی رو داشته باشید که خدا رو شکر شما اونو دارید. خیلی ها رو دیدیم که متاسفانه اون نتورک خانوادگی خوب رو نتونستن منیج کنن، و این مدیریت هم برمیگرده به اون هوش شما و اون به قول معروف شفافیت زندگی، که یعنی به نظر من خودم هم تو زندگی زناشویی خودم اون شفافیت رو، تا شفافیت رو رعایت بکنی احتمال شک و تردید کمتر میشه. از لانگ از که شفاف باشی، همه چیز باشی، فکر میکنم شما هم همین اصول رو بیشتر رعایت کردید. خیلی سخته. منوچهر جان واقعا افتخار بزرگ موزیک ما هستید شما. من با خودم افتخار میکنم که واقعا 19 تا تنظیم من از کارهای شماست، 5 تا آهنگ و تنظیم کار شماست، یعنی 24 تا تنظیم و 5 تا آهنگ. واقعا افتخار میکنم به سبک و کار من، شکل واقعا خوبی شما دادید، واقعا سپاسگزارم ازتون، خیلی افتخار دادید به من، همیشه لذت میبرم میبینمتون، همیشه خودتون میدونید ما مثل دوستای قدیمیم، با اینکه شما برادر بزرگتر منی، ولی واقعا همیشه باهاتون انقدر راحت هستم که و این احساس راحتی رو میکنم. ممنون از فرصتی که بهم دادید. میریم بقیه صحبتامونو با دیدن پرفورمنس شرکت کننده های نکستار ادامه میدیم و اونجا نظراتتون رو خواهیم پرسید. زنده باشید. قایق کاغذی رو آب داره میره، من نگاش میکنم و گریم میگیره، قایق کاغذی میره و میدونم